که ملاحظه کردیم فیلم مستند کار آقای منوچهر مشیری با تهیه کنندگی آقای سعید رشتیان هست که این یک تیرولوژی هست که از سال 72 تا 74 کار پژوهشی و ساختنش را آقای مشیری انجام دادن فیلم دوم درباره مرحوم ده خداست با عنوان درد هجری کشیدم که مپرس و فیلم سوم در باره... که در دست ساخت هست درباره زندگی دکتر سید جعفر شهیدی است که در حال حاضر آقای مشیری در تدارک ساختن این فیلم هستند خیلی متشکریم که این فیلم رو به جلسه امروز ما لطف کردند. سخنران بعدی ما آقای دکتر دبیر سیاقی هستند که اطلاع نداشتن وقتی که با ما تاریخ جلسه رو توافق کردن. هم همین ساعت در قزوین با چهل تن از اساتید و دانشیان و معلمان یه جلسه ای داشتن که براشون امکان اینکه این, این چهل نفر رو اطلاع بدن یا قرار رو لعف کنن مشکل بود متن سخنرانیشون رو لطف کردند که سرکار خانوم بیتا رهاوی قرارت خواهند کرد خانوم رهاوی خواهش میکنم اهمیت دکتر محمد معین در ادبیات فارسی و تحقیقات ایرانی در طول زندگی آدمی جز حالات و حرکات و مشاهدات عادی و سوانه و حوادث اتفاقی ممکن است لحظات و دقایقی پیشاید یادآور زیبایی یا زشتی دلکشی یا دلخراشی شیرینی یا تلخی که به ظاهر زود گذرند اما واقع امر آن است که پا بر و استوار در خاطر جا خوش می کنند. و جز با پرواز روان استن جایگاهی را که گرفتند رهانه می سازند یاداوری آن زیبایی و دلکشی و شیرینی همه وقت مایه انبساط خاطر و تسکار آن زشتی و دلخراشی و تلخی موجب تکدر و بازگو کردن هر یک از این دو حال برای دیگران ایجاد کردن همان حال هوای نیک یا بد در آنان است و اگر بازگویی شیرینی و دلکشی و دلاویزی تلخ کامی ناگهانی را به دنبال داشته باشد جایگاهی دیگر خواهد داشت حالی که مرا بوده است به شرحی که با تمهید مقدمه به بیان آن میپردازم آغاز سال تحصیلی 1319 و 20 را به یاد می آورم که به دانشکده ادبیات آمدم و در شعبه زبان و ادبیات فارسی نام نویسی کردم و با مروری که به برنامه دروسان سال کردم دریافتم که تدریس تاریخ ادبیات در سال اول را که در سالهای قبل در هر سه سال دوره لیسانس استاد مرحوم فروزانفر بر عهده داشتند به یکی از فارغ و تحصیلان دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی واگذار کردند به کلاس آن درس در ساعت مقرر با هم کلاسان که جمعاً 22 نفر بودیم رفتیم. و در سندلی های خود جای گرفتیم. با گشوده شدن در مردی کوچک اندام با گردن افراخته و گام های استوار به درون آمد و بر کرسی استادی قرار گرفت. و شمرده و فسیح آغاز سخن کرد. و پس از ذکر مقدماتی دو باب از کتاب چهار مقاله نظامی عروزی را متن در سیان سال قرار داد و درباره معلف آن کتاب و نصر آن مطالبی سودمند بیان داشت و در پایان درس طبق معمول از دفتری که اسامی دانشجویان در آن نوشته شده بود و دانشکده نسخه ای از آن را در اختیار هر یک از استادان قرار میداد اسامی دانشجویان را به قصد حضور و غیاب خواند و به نام این جانب که رسید مکسی کرد و پس از ختم درس از من پرسید که با آقای نعمت الله دبیر سیاقی معاون تعلیمات پایتخت در وزارت فرهنگ چه نسبتی دارم گفتم پسر امو هستیم معلوم شد در زمانی که ایشان ریاست دانشسرای اهواز را داشتند با پسر امویم که آن زمان ریاست فرهنگ خوزستان را داشت آشنا بوده و ارتباط کاری داشتند سال تحصیلی مورد اشاره به پایان رسید. در سال تحصیلی بعد که از شهری ور ماه آن ایران به اشغال قوای متفقین درآمد با آنکه درسی با آن مرحوم نداشتیم اما رابطه تعلیم و تعلم سال قبل و نیز سابقه همکاری ایشان با پسرمویم موجب گردید که از محصر ایشان در دانشکده به هر بهانه سعود معنوی ببرم. از جمله گهگاه که شکسته بسته نظمی ترتیب می دادم با ایشان در میان نمی نهادم تا درباره آن نظر دهند اگر اصلاحی لازم داشته باشد متذکر گردند با این ارتباط گهگاهی دوره سه ساله لیسانس به با این ارتباط گهگاهی دوره ساله لیسانس به پایان آمد و دوره دو ساله دکتری آغاز گردید که آن زمان مانند دوره لیسانس کلاس های مرتب روزانه با درس های معین داشت. اشغال ایران از طرف متفقین و آثار ناگوار مترتب بر حضور قشون بیگانه در کشور از قهطی ناامنی خوا... ناامنی خواسته گسترش فعالیت گروه چپ وابسته به بیگانگان سبب گردید که دولت مردان خردمند و خردمندان گرم و سرد روزگار گرد و سرد روزگار چشیده و دستن در کاران مجرب سابق از هر طبقه تدابیری بیندیشند تا آلام و مسائب را تسکینی و خطرات بیگان پرستی را چار و دفعی شود که از جمله آن تدابیری یکی تشکیل حیعتهای مذهبی که به صورتهای گوناگون به قصد مقابله با چپگرایان و دیگری تشکیل انجمنهای علمی و فرهنگی ملی به قصد حفظ آداب و سنن ملی دیرین بود در مورد اخیر استاد مرحوم ابراهیم پور داوود با سوابق مبارزاتی قلمی و قدمی که داشت و با کمک انجمن زرتشتیان ایران اقدام به تشکیل انجمن ایران شناسی کرد که در آن جز نخبه شاگردان دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی مرحومان دکتر گلشن ابراهیمی، دکتر مصطفی مقربی و احمد افشار و شیرازی و استاد دکتر منوچهر ستوده و این جانب تنی چند از استادان دانشگاه چون مرحومان سعید نفیسی و دکتر زبی الله صفا و دکتر حسین خطیبی نوری و دکتر محمدی و استاد نصرالله فلسفی و بعدها آقای ایرج افشار و نیز مرحوم دکتر معین و تنی چند در از, سرشن... از سرشناسان زرتشتیان مانند ارباب رستمگیف رئیس انجمن زرتشتیان و ارباب فروتن نیز شرکت داشتند و مرحوم دکتر محمد معین و بنده دو دبیران انجمن بودیم و هر پانزده روز یک بار جلسات آن انجمن به نوبت در منزل مرحوم پور داوود یا در منزل ارباب رستمگیف تشکیل می‌گردید و در